درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان. سال جدید مسیحی رو که رفته رفته دارد جهانی می شود، به همه مسیحیان ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. امروز روز دوم ژانویه 2017 است. بله، 2017 هم از راه رسید. گفت سال دیگر را که می داند حیات، یا کجا رفت اون که با ما بود پار. باری اجازه فرمایید که یک تکه کوچک از بوستان خدمتتون بخونم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز در خدمت خانم همیرا هستیم و آهنگ تازه‌ای که خواندند، یکی از آخرین آهنگ‌ها، شاید آخرین باشه، نمیدونم، ازشون باید پرسید. مرحوم تجویدی، استاد تجویدی، این آهنگ رو ساختند و مصر بودند که خانم همیرا این آهنگ رو اجرا بکنه. اجازه فرمایید که یک چند بیتی از بوستان برای شما بخوانم. این از اون داستان‌های خیلی معروف است. یک مصرع از این قطعه ضرب المثل شده است در زبان پارسی، مثل بسیاری دیگر از ابیات سعدی. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. اینجا بگذارمش یعنی مروت نیست که من کودک رو رها کنم بی سرپرست، که من نان و برگ از کجا آرمش. برگ به طور عمومی یعنی ساز و برگ، یعنی وسایل زندگی. عرض میکنم که از همه گونه روی هم ساز و برگ بگوییم. که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگر تازن او را چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزیست هم. خدا بله و ترانیس این تکیه بر کردگار، که مملوک را بر خداوندگار. میگه تو انقدر ایمان به خدا نداری که مملوک یعنی زیر دستان به پادشاه. بله، این داستان کوتاه و یک دنباله هم دارد که اندکی طولانی است. خب، ما چون با خانم همیرا صحبت خواهیم کرد، یک مرور چند دقیقه ما بکنیم به موسیقی ایران. هموطنانی که مصاحبه های مخلص رو با آقای مهری عزیز دیدن، شنیدن، در واقع مدت های مدیدی ما در این باب صحبت کردیم، در باب تاریخ موسیقی ایران و بعضی تکاش رو خودم به بعضی اوقات میشنوم، میبینم که تحقیق خوبی بوده. بله، موسیقی که امروز تو سری خور ملا و آخوند جنایتکار هست و هموطنان، حقیقتا ایران داره از دست میرود. به هر گوشه که نگاه کنیم جز تخریب و نهب و غارت چیزی نمیبینیم. حالا اینجور مواقع معمولا اولین صدمات به هنر میخوره و چنین از وضعیت موسیقی در ایران. اما خدمت شما عرض میکنم که موسیقی یکی از عناصر بسیار بسیار مهم فرهنگ ایران زمین در روزگار باستان بوده. در واقع ما نگاه میکنیم به حکومت عباسیان خوناشام، امویان خوناشام، چرا این اندازه خشن بودن؟ چرا این اندازه ناجوانمرد و ریاکار و غارتگر بودن؟ به خاطر تعلیمات اسلام. یا
یعنی حکومتی که از تعلیمات اسلامی برمیخیزد هرگز نمیتواند یک حکومت عادل و مردمی باشد. کدوم مردم؟ مردمی وجود نداره در اسلام. اونهایی که تسلیم میشوند برابرن، اونهایی که نیستن باید گردنشونو بزن. شما نگاه کنید به تمام این حکومت‌های اسلامی، سر تا سر جنایت بوده در طول تاریخ. یکی از این عرض بکنم که سلاطین قاضی تیمور لنگ بوده، پنج تا مناره در اصفهان ساخته، از این مناره بلند کله آدم، مناره دو کله، مناره سه کله، سبزوار هم همین کاری کرد، جای دیگه هم همین کرد. یکیش هم سلطان محمود غزنوی بوده و بقیه که میدونی. تحت تعلیمات زرتشت بود است که این امپراتوری های ایران که در جهان هنوز شهرت دارن به وجود آمدن. دوستان، ستایش خرد، آباد کردن گیتی، شادی و خوشی و برادری، اینها جز تعلیمات زرتشت است. خب وقتی که در یک آیین یک مملکت و یک مردم شادی و نشاط و آباد کردن گیتی و در واقع پاک کردن گیتی مد نظر باشد، ان چنین زمینه‌ای حتما موسیقی هم رشد خواهد کرد، چون لازمه. این شادی انسان بدون موسیقی تکمیل نمی شود. حالا ما وقتی نگاه کنیم به این ردیف های ایرانی، می بینیم چند اندازه درد و رنج و اندوه در اینها هست. این قالب ممکن است شبیه به قالب های کهن باشد، اما محتوای این موسیقی قطعا در طول زمان به واسطه این همه قتل و غارتی که در این کشور شد حتما تغییر کرده. این موسیقی دیگر اون موسیقی نیست. این جامعه دران که امروز می نوازیم اون جامعه دران باربد دیگه نیست. یا آمد باربد چون بلبل مست، گرفته بربتی چون آب در دست. بله، این آثار قدیم رو که نگاه میکنیم در میابیم که موسیقی چه درجه ای داشته است از قبول ایرانیان. و ما گاهی به زبان پارسی مینازیم که از دریای مدیترانه تا مرز چین این امپراتوری ها به زبان پارسی سخن میگفتن و گسترشش تا این حد بوده. میخوام خدمت شما عرض کنم که گسترش تأثیر موسیقی ایرانی در جهان بسیار بیشتر از گسترش زبان پارسی بوده. از شمال آفریقا تا اون سوی هند، اگه گوش شما با موسیقی ایرانی آشنا باشه تشریف ببرید اون منطقه، یک مرتبه ببینید که ملودی ایرانی است. ببینید که پرده سگاه رو گرفته نوازنده و همه جا تأثیر گذاشته، خودش همچنان کوچک مانده. از کجا؟ بر اثر تعلیمات اسلام عزیز. امام جعفر صادق فرمودن موسیقی مقدمه زناست. بفرم حالا داستان چی بود؟ اونقدر مردم دور موسیقیدان جمع می شدن، موسیقی ایرانی بود دفع عرب، عرب که موسیقی نداشت بیچه. این تاریخش خیلی خیلی مفصل و خیلی خیلی مبسوط هست. به این چند دقیقه کار ما درست نمیشه. مگر اینکه یک برنامه هایی بذاریم، چندین جلسه، چندین شاید ده جلسه، تا این داستان موسیقی رو برای شما روشن کنیم چگونه موسیقی ایران به دنیای عرب رفت و چگونه موسیقی دانان نخستین عرب همه تعلیمات ایرانی داشتن، مثل العشا، میمون قیس و بسیاری دیگر. مشهورترین اینها ابراهیم و اسحاق موسلی و زریاب کبیر هستن. این ستن در تشکیلات هارون الرشید رفت آمد داشتن و
و انعام و اکرام فوق العاده می دیدن. یعنی یک بار که هارون انعام می کرد اسحاق ابراهیم موسیلی رو، این 10 برابر 20 برابر حقوق اون آخوندی بود که قاضی القضات بود و نگاه می کرد می گفت این ملعون مطرب یک شب یک ساز زد است، ما یک سال احکام منور اسلامی رو اینجا داریم اجرا میکنیم، حقوق ما 10,000 دیناره، پس بیایم چیکارش کنیم، خرابش کنیم. هر کسی هم سخنی میگفت در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه، فوری با جبرئیل دست به یکی میشدن و خرابش میکردن، کاری نداشت، دو تا آیه نازل میکردن. مثل داستان نضر بن حارث که خدا و پیغمبر و جبرئیل دست به هم کردن که بی اعتبارش بکنن، آخر هم گرفتن سرشو بریدن. باری چون وقت ما کم است، عرض میکنم که اوج درخشش موسیقی ایرانی در روزگار قدیم در تشکیلات خسرو پرویز هست که گفتن چندین هزار نوازنده، خب اقرار میکردن، اما از داده های تاریخی چه در شاهنامه چه در کتاب‌های دیگر پیداست که در روزگار خسرو پرویز موسیقی بسیار رشد کرده و باربد است اونجا ظهور کرده و بامشاد بوده و سرکش بوده و دیگران بودن و داستان‌های رمانتیک فوق‌العاده جالبی هم در نظامی هم در شاهنامه فردوسی در باب باربد هست. وقتی که خسرو پرویز رو محاکمه کردند و به زندان انداختند، فردوسی می‌فرماید چو در خانه شد، یعنی بار بعد چون برای خسرو ساز می‌زد، خسرو پرویز گفت من دیگه برای کسی ساز نخواهم زد، چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه آلت خویش یک سر بسوخت، تمام سازهاشو در آتش انداخت، ببرید هر چهار انگشت خیش، همیدون همی داشت در مشت خیش، انگشتای چپشو که پردای سازو میگیره همه رو برید، تو این دستش گرفته بود و نگه داشته بود، ببرید هر چهار انگشت خیش، همیدون همی داشت در مشت خیش. و بعد اسلام عزیز آمده است، موسیقی در خانقاه ها که پیدا شد و اولین کسی که موسیقی رو به خانقاه معرفی کرده ابوسعید ابوالخیر میهنی است، ابوسعید مهنه ولعطار موسیقی رو معرفی کردن در و ساز مهم خانقاه دف و نی بوده. بله، حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود، حافظ فرمود. و این دوره که طی می شود در واقع در اون روزگار اوج تمدن ایران بعد از عرب، ما علما و فضلا داریم که اینها موسیقی جزء علوم اوسط، یعنی کنار نجوم و ریاضی موسیقی حتما تدریس می شده و بدون دانستن موسیقی علم کسی تکمیل نبود، چنان که حکیم ابن سینا در این باب داد سخن داده و حکیم رازی هم همچنین و ابو نصر فارابی مهمترین کتاب تئوری موسیقی رو نوشته است، کتاب الموسیقی الکبیر. رازی هم کتابی داشته المدخل، المدخل فی صناعت الموسیقی که سوزوندن البته آخوندهای محترم. این دورم که طی شده دیگه رسیده است به روزگار دین سالاری، چون هر جا ما این سو آمدیم این داستان آخوندبازی و از اون کنم گسترش دین مبین شدت گرفته و تا روزگار مغول. روزگار مغول، این مغول ها
مدنیت منطقه رو از بین بردن، ولی با مدتی شر اسلام رو کندن و حمدالله والمنه خلیفه بغداد رو هم کشتن و ایرانی یک فرصت نفس کشیدنی پیدا کرد در کار نجوم. چون نجوم هم حرام است، مولا علی علیه السلام میفرماید اونقدر نجوم بدانید که قبله رو بتوانید مشخص کنید، بیش از این حرام است. اینا دوباره فلسفه عقلی، دوباره نجوم عرض میکنم که و موسیقی، اینا در روزگار مغول و تیموری اینا گسترش پیدا کردن و ما دوباره نظریه پردازان موسیقی داریم. بزرگترین اینها خواجه عبدالقادر غیبی مراغعی یا مراغی، دو کتاب مهم جامع الالحان و مقاصد الالحان، اینها مهمترین کتاب های موسیقی هستند. بعد از کتاب موسیقی الکبیر، اینها بسیار مهم هستند، صفی الدین ارموی رو داریم، کتاب الادوار و قطب الدین شیرازی رو داریم، اینا در موسیقی خیلی کار کردن. و بعد دوران صفوی است که همه سازهای ایران منسوخ شدن، 45 نوع ساز ایرانی داشته و میزده مینواخته. آخونده گفتن از هر خانه که صدای موسیقی آمد اون خانه رو بر سر صاحبانش خراب کنید و خدا لعنت کند این آخوندها رو. این سازها هم از میان رفتن، دو سه تا ساز کم صدا شکست خورده و زخمی به دست ما رسیده است در روزگار فتحعلی قاجار، فتحعلی شاه، که این مرد با همه حماقتش و با همه خیانتش و با همه سفاهتش به این موسیقی کمک کرد. دو سه دست ارکستر زنانه بودن در دربارش می‌زدن، دوباره سازا سر کلشون پیدا شد. نوازندگان زن و خوانندگان زن در دربارش می‌خوندن و اینها، تا میرسیم نزدیکتر میشیم به عصر ناصری. هم او هم خیلی توجه به موسیقی داشت، این خاندان فراهانی از آقا علی اکبر بگیرید تا میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی، اینها در دربار او ساز میزدن. خب خیلی مهم بود که پادشاه مملکت به یه امری توجه داشته باشه، خب رشد میکنه. و نخستین خواننده زن که ظاهر شد بر صحنه قمر بود. بله، قمر مگو که یکی از ودایع حق بود، قمر مگو که یکی از بدایع چین بود. بله، ایرج، از ایرج میرزا در اون شعر شب جمعه، به سان خوشه خرما فراز نخل بلند، نموده جمع به سر گیسوان زرین بود. مراز مهر ببوسید و من خجل گشتم که پیر بودم و رخسار من پر از چین بود. بله، بتول میگوید بتول شور به مجلس فکند با ویولون، زمان ایرج میرزا، خانم میاره نواز. قمر مطابق او در قنای شیرین بود، کنسرت داد قمر ملک وزیری. یه چیز کس ندید بدیع نگفتنی بوده و چه بانوی بزرگی بود خانم قمر ملک وزیری. تأثیر فوق‌العاده گذاشت و بعد روحانگیز آمد با صدای جادویی. حقیقتا تحت تعلیمات موسی خان معروفی این بانو در ردیف قمر قرار میگیره و یکی از دانایان موسیقی که صدای هر دو را آزمایش کرده است میگوید صدای روحانگیز اندکی از صدای قمر هم گسترده تر است. و بعد از مشروطه یک رایحه آزادی آمد، آخوندها بازنشست شدند تا حدود زیادی و این استادان قدیم شروع کردند به تدریس کلاس های موسیقی، مثل استاد میرزا حسین قلی، به خصوص درویش خان، به خصوص درویش خان و بعد علی اکبر خان شهنازی. اینا حالا چه بدبختی ها کشید، آدمی مثل میرزا عبدالله کلاس موسیقیش آخوندها چند بار خراب کردند و اینها،
و رفته رفته رادیو آمد. من کوتاه میکنم و خوانندگان زن تجلی کردند در رادیو و این ماجرا ادامه داشت تا این داستان کودتای ننگین این آخوندها که دیگه خانم‌ها رو محروم کردن از صحنه کنار گذاشتن. خانم همیرا، مختصر کنم، از ستاره های قدر اول این آسمان هنر خوانندگی در ایران بودن. بعد از انقلاب چه عرض کنم که به امریکا آمدن. خانم همیرا در واقع یک بانویست بسیار منزوی، یعنی نظیر دیگران این مجلس و اون مجلس تشریف ببرند و مهمانی ها شرکت کنند، اینها مطلقا چنین نبودند و در واقع اون فعالیتی که باید و از ایشون انتظار میرفته در نظر کنسرت و این حرفا خیلی علاقه من نیستن. از خودشون میپرسیم این داستان ها رو. این آهنگی که دوستی به دست من رسان گوش کردیم و بعد خدمتشون زنگ زدیم که خانم این آهنگ از کجاست و چگونه است تاریخش و اینها، و ازشون خواهش کردیم که در این برنامه شرکت کنن. اجازه بدید که برویم برگردیم، اجازه بدید که آهنگ رو پخش کنیم، همه آهنگ رو لطفا پخش کنیم و بعد به خانم همیرا صحبت کنیم. روشنی بخشی شب تارم تو بودی، تو بودی، تو بودی. زندگی رخ به من نمودی، تو بودی آن که درهای عاشقی بر رخم گشودی، فروغی روی جانانی، بهاران در بهارانی. نپاید زندگی بی تو که در جسم جهان جانی، اگر از نظر نخوانی نهان از نظر نمانی، اگر از نظر نخوانی نهان از نظر نمانی. در افتاده بودم
دلم رو بودی تو بودی تو بودی به تاب و توانم فزودی تو بودی تو بودی شما هموطنان گرامی سکا خانم همیرا روی خط هستن. همیرا جان درود بر شما. دارم درود بر شما آقای مشیر گرامی. فرا رسیدن سال نو میلادی را به شما و تمام هموطنانم در سراسر جهان به خصوص به مسیحیان هموطن عزیز تبریک میگم و سال پربار و صلح و پیروزی رو از پروردگار توانا و مهربان آرزو میکنم برای همه. ما هم سال جدید رو به شما تبریک میگیم خانم همیره گرام. تشکر میکنم آقای مشیری گرامی. من این آهنگ رو تعجب میکنم چون میکس نشده هنوز و آزمایشیش بوده این بله. آهنگ میخواستم بپرسم از تو کجا به دست شما رسیده. به هر صورت حالا همینش هم خوب بود، اشکالی نداره. حالا به هر صورت بله، عرض میکنم که ملودی خیلی خیلی زیبا، اشعار خیلی زیبا. بفرمایید که این تاریخچه این چه هست این آهنگ؟ والا این آهنگ رو استاد تجویدی سالهای پیش ساخته بودن با شعر بیژن ترقی و من فکر میکنم که یک خواننده آقای دیگه، مرد دیگه اینو خونده بوده و تجویدی برای من این چیزشو اون موقع ها کاست بود، من در حدود 7-8-10 سال پیش برای من اینو فرستاد، گفت من وصیت میکنم بعد از مرگ من حتما این تو بخونی چون خیلی دوست دارم اینو تو اجرا کنی. همچنین چیز بیژن ترقی هم خیلی دوست داشت تا قبل از مردنش من این آهنگ و شعر رو بخونم، چون شعر از بیژن ترقی و شعر عرفانی هستش که من شعر این خیلی مورد توجه من قرار گرفت، چون این همیشه اگر شما که خودتون در این استاد هستین در این کارها و در این موسیقی میدونید که اینها همه عرفانیه این شعر و همه خدا رو آرزو میکنن و موقعی که از خدا چیزی میخوان اینو چیز میکنن، طلب میکنن از خدا و من از این شعر خیلی چیز شدم، هیجان زده شدم و خیلی دوست داشتم. حتی باور کنی شبهایی که میخواستم بخوابم این دعا برای من این شعر بود، یعنی خودم زمزمه میکردم در افکارم و به هر صورت من اینو تازگی خوندم و این هنوز میکس نشده، هنوزم آزمایشیش بود. یه دوره دیگه این تنظیمش از آقای کاظم عالمی که قرار بود یه دوره دیگه من اینو بخونم.
که شما نمیدونم چطوری به دست شما رسید و بعدم هم از این خوشحالم که در برنامه وزین سرزمین جاوید این گذاشته شد. لطف داری خانم همیرا. با بیان شخصیتی مثل شما. خواهش میکنم عزیزم. خانم همیرا، این با ارکستر زنده نبود یا بود؟ خود کاظم عالمی اینو برای تقریبا زندم بوده، خودشون تار زدن اینا توش بوده. شما اگه تفرش کنین البته مثل که بعضی هم با کامپیوتر هست دیگه الان. بله. نمیدونم منظور من همین بله. نکرسیدم بعدشون، ولی تار زنده بوده که اگر شما توجه کنین. بله بله، عرض میکنم که خب وقتی که آهنگای قدیم شما رو گوش میکنیم با اون ارکستر بزرگ و بله دیگه اینجا بله امکانات هم خیلی هم سعی شده بود که مثل همون برنامه های قدیم باشه. بله فکر میکنم ولی که بهتون گفتم این هنوز چیز بود، این آزمایشی بود، هنوز ولوما درست چیز نشده بود و شادزات ها مشخص نشده بود که بالا پایین ببرم دستگاه ها رو نمیدونم صدا رو اینا رو. حالا من به هر صورت برای من فرق نمی کنه، من خواستم این احساسم رو واقعا بیان کنم و به تمام هموطنانم که احساسی شبیه خودم دارن و خیلی اصرار داشتن که صدای من بشنون و من آهنگ تازه‌ای بگم و خودم فکر کردم جز این آهنگ که با کلام خیلی خیلی مؤثری برای هر بشری هست به عقیده من اینو این تو دل مردم جا پیدا میکنه و اولین برنامه من بعد از 11 سال که میخونم با این شعر خیلی عرفانی و خدایی به عقیده خودم پخش میشد بهتر بود بعد از سالهای طولانی. بله. حالا آهنگم خیلی خوب بود، آهنگم خوب بود، ولی من شعرشو بیشتر توجه منو جلب کرد که من آقای مشیری نازنین من خیلی چیز هستم، حال من حالتی هستش که نمیتونم بگم من این کار الان میکنم نمیکنم میخوام نمیخوام اینا نیست. من هر وقت اون حالت احساسی من بر من غلبه بکنه و بر من دستور بده، حالت احساسم بله باید اون موقع بخونم. بله. هیچ وقت آدمی نیستم که به من بگه الان بخون من بتونم بخونم، هیچ وقت نمیتونم، احساسم باید به من فرمان بده. بله بله، شعر فوق‌العاده زیبایی، ملودی خیلی زیبایی است. خب شما تعبیر عرفانی کردید، من تعبیر عاشقانه کردم از این. بله این هم عاشقانه میشه بهش فکر کرد. بله. هم این خدا میتونه آدم از امواج نمیدونم ناراحتی و نمیدونم مریضی و اینا، من فکر نمیکنم یه انسان بتونه آدمو به این عشق. بله عشق خیلی عالی، اگر عشق نباشه آدم فنا هست، ولی عشق عرفانی به عقیده من خیلی بهتر از عشق زمینی، مخصوصا عشقای این دوره آقای مشیری که خودتون میدونین چقدر چیز پوشالی و بله بله عشق که واقعا میمونه عمیق میمونه اون پروردگاره که آدم باهاش واقعا میتونه زندگی کنه و تمام درد دلهای دنیا رو میتونه آدم به پروردگار خودش بده، ممکنه مثلا به کسی دیگه بگه افشا بشه یا مثلا پرش مثلا یه ذره بگه ای مثلا این اینجوری داره مثلا میگه یا التماس میکنه. من دوست دارم که گفتگو کنم با خدا، خیلی برای من مقدس این بعضی کلمات و بعضی شعرها هستش که منو واقعا برمی انگیزه که بخونم. هیچ وقت من نمیتونم قول بدم که مثلا به کنسرت شما میگه نمیذارم و فلان اینا، به دلیل این هستش که من به من بعد احساسم فرمان بده. اگرم بعد وقت کنسرت میرفتم اینا به خودم میگفتم من باید این کارو بکنم، من باید الان برم برای مردم بخونم، برای مردم این کارو بکنم و صدای منو بشنون، ولی موقعی که آهنگ شعر خوب به دست من نرسه من نمیتونم اون حالتو داشته باشم. بله بله خانم همیرا، من نمیدونم چند سالم بود که صبرم عطا کن پخش شد از رادیو. آقای مشیری آبرومو نبری نه خیز آبروی شما رو کسی نمیتونه ببره خانم همیرا. چیزایی نسالی قرار نشد من شوخی میکنم، ولی به عقیده من بله بله این من خودم اون زمان خیلی جوان بودم موقعی خوندم اینو و موقعی میبینم که یه کسی که خیلی محسن ندارم اصابه است و اینا، به هر صورت من براشون خیلی احترام قائلم، برای اینکه همه من با اون روز خواهیم افتاد، منم خب همه میفتیم دیگه، ولی میگن مثلا ما این صبرم از اون شنیدیم فلان. خب منم اون زمان خب سندی
نداشتم موقع که اینو خوندم. بله بله. مثلا ممکن بود که کسایی که دانشگاه میرفتن و مثلا دکترا داشتن میگرفتن، منم خب زمانی بودم، خب منم سن خیلی کمی داشتم، 18 سالم بوده میخوندم. بله. در صورت اینه که بله شما ممکنه که 18 سالتون بوده. من ولی هنوز عصر دست نگرفتیم خانم. بله. بله. شوالله که اینقدر شما با سلامتی و خوبی زندگی میکنیم به عصا میشالا برسیم. بله. در عصایی که ایستاده من دوست دارم همیشه بمیرم. دوست ندارم. بله. که همه بله. بگن خوب شد، راحت شد، مرد. هیچ وقت. از خدا میخوام که هیچ وقت نگن راحت شد. بله بله. بله اون راحت شد خیلی بده. بله بله. خانم همیرا داستان شما خیلی داستان رومانتیک و داستان خیلی جالبی است که شما توجهتون به موسیقی جلب شده و بعد از این صبرم عطا کن تأثیر فوق العاده‌ای گذاشتید بر، یعنی این آهنگ گذاشت بر کل داستان آهنگسازی در ایران. بله بله. شما چگونه تعلیم موسیقی دیدید با اون سختگیری که در خانواده بود؟ بله هم مشکلات سنتی اینا دیگه زیاد جالب نمیشه. من خیلی یعنی به عنوان 2-3 سالی که بعد اول تجویدی میامد مندن ما و به هر صورت فهمیدن و فلان اینا دیگه تجویدی حاضر نشد بیاده، ولی که براش خیلی چیز کردن، یعنی بهش گفتن حق نداری بیا و این حرفا، این که شد. ولی خب من به عنوان رانندگی میرفتم 2-3 سال پیش استاد تجویدی و اینو با جان دل به من، واقعا تجویدی خیلی برای من زحمت کشید، من ازش ممنونم و همیشه به یادش هستم و تا اواخری هم که ایشون زنده بودن با من تماس داشتن، همچنین بیژن ترقی. بله بله. به تمام این شعرها به هر صورت الهام دیگه، الهام میگیرن و آهنگ های الهام گرفته و اینا من هم میخوندم. خانم همیدا شما دوستیتون با استاد تجویدی همیشه برقرار بود، یعنی مشکلی که در میان نبود، و وقتی این آهنگ آزاده ام پخش شد با صدای خانم هایده تصور بسیاری بر این بود که این با صدای شما خیلی سازگارتر بوده این آهنگ. بله قربون، این آهنگ آقای مشیری گرامی، این آهنگ موقعی که من با تجویدی کار کردم به حدی تجویدی هیجان زده شده بود 20 آهنگ ساخت. عجب. بله 20 آهنگ ساخت و همه هم موسیقی دانا شاهد هستن میدونن که تمام آهنگای تجویدی که ساخته شد خانم هایده، شاه جوان هایده که واقعا هم صداش زیباست و واقعا هم جانشین نخواهد داشت، ایشون تمام مال من بود که من با صدای خودم و نوع دیگه خونده میشد. حتی آزاده همیشه رحیم معین میگفت میرا من میترسم بمیرم و تا این آزاده رو آخر نخونی، میگفتم نه میخونم حتما. و تجویدی اینا چیز داشتن، خیلی چیز میکردن، یعنی خیلی طولانی آهنگ میدادن، مثلا سوالی یکی میگفتن خواننده بخونه کافیه. بله بله یک دونه، فقط یک دونه، و میگفتم باید اثر خودشو بذاره. تجویدی اون موقعی که من از تجویدی کار هنریم قطع شد، ایشون آزاده رو دادن به خانم هایده و تمام آثار خودشونو در ایران بدون کلام کمون چیزایی که دادن به خانم شادروان هایده خونده بود دوباره به من دادن اینجا، گفتن تو اینا رو بخوندن. گفتم آقای تجویدی من محاله، چون این آهنگ گرفته و خایدم خیلی خوب خونده، دلیلی نداره من بخونم. شما اگه میخواستی میخواستی ندین، من از اول میخوندم. متوجه هستی؟ بله بله. من فقط بله. دو تا آهنگ خانم هایده رو آقای تجویدی براش ساخته، اون حتی بار سفر رفتم و اینا همه برای من ساخته بودن آقای تجویدی. اون نواب صفا، استاد نواب صفا برای من شعرش رو ساخته بود. این چیزوی قشنگ بود که الهام میگرفتن از من شعرها. بعد این که ایشون دادن به خانم هایده خون، فقط دو تا آهنگ برای خانم هایده ساخته شد. یکی اون خانه عشق من اکنون بی تو رنگ غم گرفته. بله. باید این حق ناشناسی بود. یکم این روزا عشق حقیقی دیگه پیدا نمیشه. آها. همین دوتا رو از آقای تجویدی جدید. بله. بله. از من ساخته شد برای خانم هایده. بله. اونا همه
برای من ساخته بودن که توسط مسافر الان اینجا هست، چیزشو دادن، نوارشو دادن برای من، نوار مادرشو فرستادن که بدون خواننده، صدای موزیک، فقط موزیکه، که من برم دوباره خونی کنم اینا رو. من خودم راضی نشدم و گفتم نمیخونم، چون هایده خودش خیلی قشنگ خونده، دلیلی نداره من دوباره اینا رو بخونم. بخونی. بعد جمعاً چند آهنگ به شما دادن استاد تجویدی؟ جمعاً من مثل این که 10 تا 10 آهنگ از ایشون؟ بله، مثل این که من درست نمیتونم بگم. بله، 10 تا آهنگ آقای تجویدی دادن، مثل که همون مقدارم پرویز یا حقی استاد دوم من داد. بله، و اسم مرحوم یا حقی رو بردید؟ بله بله. و آشنایی شما با ایشان چگونه بود و اینا رو بعد در کتاب نوشت آقای مشید؟ نه خیلی بفرمایید، خیلی میشه خیلی نه نه، منظورم کار هنری بود خانم. یعنی میخوام ببینم که چگونه شد که من هیچ ببینید یه آشنایی شد که ایشون خیلی در حال خیلی بدی بودن اون موقع که ترک کرده بودن، از بیمارستان اومدن. بله. و من واقعا اگر این حرف رو بزنم که دشته بده، دلم نمیخواد اینو بگم، این کلام رو بگم، دلم سوخت واقعا. بله، حتی این خیلی دلم سوخت، چون جید با واقعا نظیر ایشون کسی نیست و نخواهدم اومد. اون پنجه پرویز یا حقی رو من نشنیدم تا حالا، شاید در ایران به وجود بیاد، نمیدونم. من تاره کسایی که ساز زدن اون احساس رو در من برنیانگیخته، هم دارم هم که بعدی رو من خیلی سازش رو دوست دارم. بله، بی نهایت. بله، ولی خب پرویز رو یه حالت دیگه داشت. بله، به هر صورت اینطوری که آقای مشیل گرامی، این هستش که با ایشون آشنا شدم و زندگیم اصلا از این رو به اون رو شد و خیلی دیگه پدرم یک بار سکته کرد. بله بله، و اینطوری شد و خیلی هم ناراحتی ایجاد شد برای من. و خودتون میدونین دیگه مکرراتی بخوام بگم اینا رو دیگه به برنامه شما نمیگنجد بگم چطوری آشنا شدیم، چی شد، چی باعث شد و پدان شد اینا. من واقعا بعدهایی که ایشون چون یه خود سالم تر شدن و من خیلی بهشون رسیدم و خیلی نمیذاشتم جاهایی که براش بده و فلان اینا بره، به هر صورت دوباره متاسفم که اون همه زحمت من پایمال شد. و همیشه میگفتم، حتی در مطبوعات من مصاحبه کردم، گفتم اگر دوباره پرویز اون کار شروع کنه، چون من محال دیگه باش زندگی کنم، چون واقعیت بهتون بگم خیلی زحمت کشیده بودم، حتی طرد پدرم شدم. به همین دلیل اول طرد شده بودم، یه ذره بهتر شدم، بعد موقع که ذره این شدم که دیگه واقعا خیلی دیگه براشون چیز بود، دردآور بود. منم به هر صورت دیگه نمیدونم دیگه ساختیم که تا اینکه اینم دیدم، من گفتم من این کارو کردم به خاطر تو، حتی اون اگر که جهانی مرا شده دشمن، به من تو برای شکست دل من. اگه یادتون باشه اونو بیژن، من براش خط ادبی نوشتم دادم بیژن، گفتم بیژن جان این شعر رو بگو برای من، متوجه هستین؟ بله. بعد به هر صورت اینطوری شد و من دیدم که دیگه به هیچ وجه درست بشو نیست و این حالت هست و به هر صورت اون چیزهای دوباره مثل که داره تکرار میشه، من شکستم واقعا. چون خیلی من خوردم کرد با این کارش، چرا دوباره این کار شروع شد. حتی منم متهم میکردن که منم این کاره شدم، آقای مشیری شایعه ساخته بودن، مثل حالا که شایعه میسازن و میگن مثلا من مردم نمیدونم فلانه، همیشه سالی 3-4 دفعه منو میکشن و من دوباره زنده میشم. خانم آمیرا ناراحت نباشید، ببینید کسی که در جامعه مشهور شد، بله، خب طبقات مختلف، آدمای مختلف چیزهای مختلف خواهند گفت، شما مطلقا در این باب سخت نگیرید به خودتون. خدمتتون عرض کنم که معمول بود در ایران اگر شاگرد یک هنرمند، بله، بعد میرفت و با کسی دیگه کار میکرد، بله، مثل آقای برومند و آقای گلپایگانی. بله بله. گلپایگانی خودشون به من گفتن در یک مصاحبه که آقا من 9 سال رفتم خدمت این استاد، بعد که ایشون رفتن آشنا شدن با مرحوم پیرنیا، یک مرتبه صدای گلپایگانی آمد. من یک بارم اینجا عرض کردم خدمت هموطنان که 2 تن تأثیر فوق‌العاده داشتن، کار تازه آوردن، یکی همیرا بود، یکی گلپایگانی واقعا. و صدای اکبر گلپایگانی اومد،
شایع کردن که آقای برومند گفته است که این کارش رو تموم نکرد و شاگرد من نیست و از اینجور حرفای آقای تشویقی هم اتفاقا یک چیزی همچین چیزی پیش آمد که شنیده بودم در یک مطبوعات در یک روزنامه مجله نمیدونم چی مصاحبه کرده بودن گفتنم همیرا برکت رفت کاباره و فلان، در صورتی که من دارم برای اولین بار میگم آقای تجویدی خودشون در زمانی که من میخواستم برم با ایشون کار میکردم اون پدر حجازی، پدر پرویز حجازی و حمید حجازی اونجا پدرشون بود و اونجا کابره مال ایشون بود، ایشون اومدن با تجویدی صحبت کردن و گفتن که بیان شما با همیرا و فلان برنامه بذارین و ایشون یه مبلغی گفتن که آقای حجازی قبول نکردن، ایشون قرار بود با من در کاباره بیان. متاسفم که اینجوری میشه. من خیلی ناراحت میشم از این که اگر که استادیم کسی یا هر کسی، هر روزنامه نگار، حتی برنامه ساز، حتی شما که انقدر مورد احترام و تحسین اکثریت مردم و همزبانان هستین، ایران و افغانها و همزبانان فرق نمی کنه، شما یک آدم محققی هستید که مورد توجه اینا هستید، اگر خود شما هم برید رنگ عوض کنید برای من خیلی تأثیر آوره. بله. در این که آدم حرفش یکی، من با وجودی که ناراحتی دارم از بعض کسا هیچ وقت نفی نمی کنم کارشونو، هیچ وقت نمیگم نه، برای اینکه خب اگر شما میخواید که من نرفتم، خب شما با من میخواستی بیای اونجا و برنامه اجرا کنید، چرا میگید همیرا رفت خودش برنامه اجرا کرد اونجا در کاباره و من ناراحت شدم؟ متوجه هستی؟ بله بله، من نشنیده بودم. برای من در ایران، برای من یکی از دوستانم فرستادن این روزنامه رو و من خیلی مود، یعنی من اصلا هاج و واج مونده بودم. و درسته که آقای مشیری اونجا، واقعا بهتون بگم اینا نمیتونن، مثلا تجویدی، خب من نامه زیاد ازش دارم اینجا. بله بله خیلی دارم نامه از تجویدی. بعد مثلا میگه که بهترینی تو، اصلا بالاترینی تو، نمیدونم صدا اینطوریه، یا اون اصلا شما نمیدونید موقعی که من میخوندم در اتاق فرمان یا تجویدی که خودش اونجا چیز میکرد، تمام آهنگاش رو خودش آرانژمان میکرد تجویدی. بله. دیگه دیگه نمیداد. بله. اونا دیگه میدادن به استاد خدای معروفی. بله. معروفی هم واقعا قشنگ تنظیم میکرد، یعنی من دیوانه تنظیم های معروفی بودم. بله. جوان معروفی. بله. بله. و بعد تنها کسی که بود خود تجویدی چیز میکرد برای ماها، خودش آرانژمان میکرد و خودش سر ارکستر میستاد و خودش رهبری میکرد اینا، خودش اصلا خدا شاهده تمام ارکستر اصلا شما نمیدونی چه حالتی داشتن، نمیتونستن بزنن منو نگاه میکردن، میدونین این خودش برای آدم میدونین چیه، خب یک حالت خوشی که آدم دست میده دیگه، هیچ وقت آدم بعدش میاد مثلا آدم بخونه هیچ کس فقط آدم رو زل نگاه بکنن هیچ واکنشی نشون ندن، من نمیتونم. بله همینطوره، بخونم برنامه به اجرا کنم هیچ انگار که مثلا انگار هیچ چیزی ایجاد نشده. به همین دلیل من اول اینکه خیلی کم در اجتماع ظاهر میشم، به عقیده من هنرمند نباید زیاد ظاهر بشه، هنرمند نباید زیاد بخونه، تو هر جایی که شما ببینیم بخونه، هنرمند واقعی رو دارم میگم، بله. سوداگران رو نمیگم، هنرمند واقعی که احساس داره و فقط برای اون حالت و روحیه و اون احساس درون خودش. من الان آهنگساز نیستم ولی من 11 آهنگ ساختم تا حالا. عجب. ادعایی هم ندارم بگم آهنگسازم، چون یه دفعه یه حالتی میشم اصلا خودم نیستم، یه دفعه میرم توی یه حالتی با اون آهنگ رو میسازم، متوجه هستین؟ بله. ولی یه آدم هایی هستن که به خصوصن نمیتونن که مثل 25 سنتی اون وقتا مینداختن توی یک دستگاه فوری بخون، یا مثلا مصاحبه میکنن خانم یا آقا شما الان بخون، اونم برنامه کلا خوندن، من طور دهنم باز میدم خدایی مگه ممکن آدم یکی بهش بگی بخون بخون، مثلا میگه بگن گریه کن گریه کن، بخند بخند، آخه این به عقیده من صحیح نیست. احساس آدم باید چیز بشه، برانگیخته بشه، آدم یه اثری رو اجرا کنه. بله. بعد از این که شما بریدید در واقع ارتباط با مرحوم استاد تجویدی، با
آهنگای پرویز یاحقی رو میخوندید. پرویز یاحقی، بعد از پرویز یاحقی مهمان، مهمان جهانبخش پازی که استاد جهانبخش پازی که بله. واقعا ایشون یک کسی هستش که آهنگسازی هستن، یک شخصیتی هستن که برای هر خواننده‌ای که تازه شروع کرده بود، مثلا خانم مهستی، واقعا من صداشو خیلی دوست دارم، عاشق صدای مهستی هستم. بله، صدای خیلی خوبی داشته، خیلی خوشم میاد از صدا. و ایشونو مثلا آقای پازوکی، پرویز دو تا آهنگ بهشون داد که لانسش کرد، ولی پازوکی خیلی زحمت کشید استاد پازوکی برای مهستی و مهوان همچنین. این برای بسیاری زحمت کشید، یه آهنگ جالب میدادن به مهستی بخونه. بله، ولی اینا مثلا طول میدادن، یک سال تازه طول میداد آهنگ تموم بشه، آهنگ کار خودشو بکنه، آهنگ نمیدونم بلا. خیلی خانم... من تأسف میخورم، میگم ای داده بیداد، ای کاش که اون موقعی که شما میتونستین آهنگ بسازین و خواننده‌ش هم بغل دستتون بود این کارو میکردین، اون چقدر آثار بیشتری بود. با درود بر شما وطن گرامی، با هنرمند بزرگ سرکار خانم همیرا صحبت میکنیم. خانم همیرا درود بر شما مجددن. درود بر شما آقای مشیری گرامی عزیزم. من میگم من با وجود این که برای موسیقی واقعیت بهتون بگم آقای مشیری نازنین، خیلی زحمت کشیدم و واقعا میتونم بگم که تقریبا ریاضت کشیدم، همونطور که شما ریاضت کشیدید در کاراتون و رفتین چندین سفر، مثل من شما نبودید اینجا. بله، من ریاضت کشیدید شما. خواهش میکنم، اختیار دارید. واقعیت بهتون بگم شرمنده میکنید من. یک کسی هستین که در همه چیزها نمبر ما، یعنی درجه یک هستید. قربون شما، لطف میکنید. این واقعیت بهتون بگم، همه چیزها موارد و شما موسیقی خیلی فرشته دادید و مثل یک دونه موسیقیدان برجسته شما میتونید تحقیقات خودتون رو بکنید، بگید یعنی درست و صحیح میفهمید. قربونتون برم، ممنونم از شما. بله بله، برمیگردیم سر آهنگهای پرویز یاحقی. میخواستم ببینم که وقتی شما با این دو هنرمند همکار بودید، یک قضاوتی خودتون میکردید در باب نوع آهنگ ها، فهوای کلام، فهوای ملودی. بله. چگونه بود؟ و اول اینکه چند آهنگ از مرحوم استاد یاحقی خوندید؟ ببینید، من موقعی که اومدم خوندم، زمانی که من خواننده شدم و صبرم عطاکن خوندم، من ادعایی ندارم، چون الان نمیخوام کسی تعریف کنه ازم، نمیخوام دیگه، الان دیگه برای من خیلی دیره این چیزها که بخوام از خودم بگم و از خودم تعریف کنم، متوجه هستید؟ بله بله، دیگه این چیزها دیگه دیر. اینه که من اولین، بعد از شما ببینید دلکش و مرضیه و الهه، اینا من عاشق مرضیه هم در زم بودم. بله. اینا تمام اینا آمدن و من یک، شما خیال نکنید آهنگ به من اون صدا رو داد که خودم بکنم. من از زمان بچگی میخوندم. بله. هیچ، من به عقیده من هیچ استادی ممکنه از لحاظ صحیح خوندن به آدم بده که بعضی از خواننده ها هرچی استادم ببینم اون حالت صدا و اون یا فالش بودن صدا رو از من نمیتونن ببرن. بله. گلوی بعضی ها هست. همینطوره. متوجه هستی؟ همینطوره. و این اینی که من خودم اومدم یک چیز خاصی رو بردم که اصلا نبوده. بله همینطوره. این بود که میگفتن هومیرایس. و این سبک من سبکی بود که موسیقی رو خیلی عوض کرد. حتی در شعرهای شعرها، حتی در آهنگسازها اثری گذاشت. شما اگر ببینید بهترین آهنگی که اون زمان ساخته شده بود، برگ خزان بود با شعر بیژن ترقی، یا کاروان بود با صدای خانم دلکش، یا اینا بودن دیگه، اینا این چیزها بود، آهنگ ها بود که خیلی هم درخشید. بله. ولی شما اگر توجه بفرمایید میبینید بعد از من تمام شعرها عاشقانه شد. بله. دیگه مترجم نمیخواد بگه آدم اینجوریه، این اونجوریه، این اون فرمی. دیگه خودتون از بچه 4 ساله تا استاد دانشگاه میفهمیدن این چیاری چی میگه. همینطوره. یعنی باز چیز میشد، یه چیزی در پرده نبود. و این یکی اینطور، یکی تمام کسانی که ویالون زدن ویالونشان عوض شد. من این ادعا رو دارم الان اگر میگن ندارن گوش کنن آهنگای قدیم، شعرهای قدیم و این چیزهای بسار 44 رو گوش کنن و ببینن و میتونن تشخیص بدن ببینن من درست میگم یا نه. من همه چیزایی که میگم رو سند میگم آقای مشیری. بله. هر چی میگم
چون دوست ندارم دروغ بگم، دوست ندارم به خودم توهین کنم، یه کسی بگه این دروغ. شما باید گوش کنی، شما که اینقدر موسیقی شناس هم هستید، اینقدر تحقیق و در این راه دارید و همش هم ادامه میدین، بابلش که اینقدر استاد بزرگ هستید، بازم دارید ادامه میدین برای راه درست صحیح درست کردن و هی رویدن دنبال این چیزا. شما بهتر میدونید که اینا تمام گوش کنید ببینید که چقدر فرق میکنه، هم آهنگ هم شعر هم حتی طرز زدنه. شما فرهنگ شریفو که دیوانه ساز فرهنگ شریفم، شما قبلنش رو گوش کن بعدن فرهنگ شریفو گوش کنید، باره 44 بله گوش کنید ببینید چقدر عوض شدید. من ادعا دارم و میکنم و میگم تنها کسی بودم، خواننده‌ای بودم، آمدم و سبک رو عوض کردم و تمام شعرا و تمام کسایی که موزیسیانا روحشون عوض کردم، بهتر شدن، عاشقانه تر زدن، احساسی تر زدن، عشق و نشونشون دادن. متوجه هستید؟ بله بله کاملا کاملا. خدمت شما این سوال رو عرض کردم که بله، یعنی صحبت من اول این بود که شما نوع برداشت استاد تجویدی را از موسیقی و تفاوتش با پرویز یا حقی چگونه دیدید و چه تعداد آهنگ پرویز به شما داد؟ پرویز یا حقی همونطور، پرویز یا حقی همونطور مثل که 7-8 تا در عرض 6 سال زندگی، چون خودم بیشتر ساختم مثل 11 تا. بله، ولی خب این پرویز یا حقی هم برام، ببینید آهنگای پرویز یا حقی با تجویدی فرق میکرد. من آهنگای تجویدی رو قدیماش بیشتر دوست داشتم. آها بله. برای این که اول این که تجویدی یعنی اون به من دیگه یاد داده، مثل الفبای، مثل مادری که به بچهش کلام رو یاد بده، اون به من بله. یاد داد دیگه، استاد من بود پرویز. در جوار اون بعد از اون ادامه دادم، مثلا من بهش میگفتم گاهی اوقات به تجویدی هم همینطور، آیه مشیری من خیلی گستاخ بودم در هنر، یعنی خیلی میگفتم، یعنی من به تجویدی میگفتم اینجا رو این مدلش رو اینطوری نکن، یا به بیژن میگفتم بیژن جان این شعر رو اینجاش عوض کن. بله متوجه هستی؟ بله. اینجوری میکردم خانم امیرا. من نمیاد دخالت میکردم ولی میکردم. خوب کاری میکردی. بله. خدمتتون مثلا من همون صبرم عطا کن، چرا به نگاهش به چشم سیاهش تا این همه مستی دادی، اون لای 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 اینجوری بود. من گفتم لای 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 اینجوریش کن. آها ببینید چقدر فرق میکنه در آهنگ. بله همینطوره. وقت کسی که هنوز تازه داره کار میکنه و من تو خونم بود دیگه. بله. بله. خب بعد از صبرم عطا کن بله به این بین آهنگ‌های شما کدام از اینها در واقع شهرت بیشتری پیدا کرد؟ مش همه این مال تجویدی، همه این مال تجویدی شهرت پیدا کرد خیلی، برای که اون موقع یه چیز نو بود. پرویز یا حقی هم مرا نفر بی واقعا شاهکار بود که در حدود 3 دفعه از رادیو اون موقع پخش شد. بله یادم هست. بله مرا نفری بی خیلی شد، خیلی زیبا بود. چون اون واقعا دیگه من ادعا میکنم که یه آواز برای روحانگیز، یاد روحانگیز. آهان ادعا یادم میره، من این چیزم بگم که این آهنگی که من الان خوندم اسمش، اینا مناجات میگفتن ولی من میگم تو بودی. بله تو بودی و عقیده من خیلی یک آهنگی هستش که حالت مناجات با گفتگو با خداست. این یه چیزی هستش که گفتگو داره با خدا و این آهنگ چیزشو آرانژمانشو آقای کاظم عالمی کردن، شعرشو بیژن ترقی، آهنگش هم استاد تجویدی. و من چون آرزو داشت بیژن ترقی تا قبل از مرگش من این آهنگ بخونم و چون اون مود هنوز برای من نیامده بود، اون احساس در من چیز نشده بود، من خیلی افتضاح شد که نتونستم بخونم و خیلی ناراحت شدم که برای بیژن ترقی خیلی آرزو داشت این آهنگو بشنوه،
خیلی دوست داشت بشنوه. متاسفانه بیژن نتونست به این آهنگ برسه که این آهنگ تازگی خونده شده که خیلی من ناراحت شدم. خیلی دوست داشت. خانم امیرا، این تعداد هموطنانی که دوست دارن این آهنگ دوباره پخش بشه بسیار زیادن. اجازه میدید که یه بار این آهنگ پخش بشه بعد با شما وقت باقی مانده رو با هم صحبت کنیم؟ بله. سپر جان لطفا آهنگ رو پخش کنید. چشم بلند کنید ولومش. بله. صداشم بلندتر کنید. هر چه میشه بلند. خانم همیرا راضی باشه. شما که صحبت میکنید صدا نداره. متاسفانه نمیدونم. شما صحبت میکنید ولی صداتون خاموشه. روشنی بخشی شب تارم تو بودی، تو بودی، تو بودی. جهان جانی اگر از نظر نمانی، نهان از نظر نمانی، اگر از نظر نمانی، نهان از نظر نمانی. موجم رو بودی، تو بودی، تو بودی، به تاب و توانم فزودی، تو بودی، تو بودی.
شب ها تو بودی تو بودی نسیمی که دعای سفرم کرد شکو فا تو بودی تو بودی تو بودی تو بودی تو بودی تو بودی بله دوباره شنیدیم آهنگ آخرین آهنگ سکا خانم همیرا حالا ایشون تعبیر خدا میکنن ما چون از خدا خسته شدیم دست سر ما بر نمیداره خانم همیرا اجازه میدن که دیگران تعبیر عاشقانه بکنن عشق انسانی بله آقای مشیری عزیز آخه ببینید بله. تعبیر عاشقانه میشه بله بله اصولا من آهنگامو میگم بعد یه طوری ساخته شعرها ساخته بشه که هر کس هر طوری دلش خواست بکنه بله 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 اغلب شعرهای من همینطوره همینطوره که میفرمایید که تمام کسای هر کسی یه تعبیری داره خب رسیدیم دعای سحر که آدم میکنه اون گفته خانم میرا چون وقت لذت خاصی داره بله بله خانم میرا چون وقت کم هست ما راجع به استاد محترم جناب پازوکی این انسان بزرگوار و این هنرمند بزرگ صحبت نکردید میخواستم ببینم همکاری شما با ایشون چگونه بود چند آهنگ آقای پازوکی برای شما من با آقای پازوکی از ایران بودش یه دونه آهنگ بای بای خوندم و اون یه دونه وقتی که تو رفتی رو خوندم و بعد دیگه چی خدایا اومدم اینجا سه چهار تام اینجا خوندم ازشون واقعا خیلی دوست دارم آقای پازوکی رو واقعا منم همینطور با هر کس کار کردن و میدونن آهنگ رو چه صدایی بدن تمام آهنگ های سخت پازوکی رو دادن به من همیشه بهشون گفتم ولی یه دفعه ازشون گلم کردم من استاد پازوکی رو خیلی دوست دارم و واقعا به گردن موسیقی ایران حق بسیاری داری همینطوره یه گله کردم گفتم آقای پازوکی یه دونه بود ساخته بودن آقای پازوکی در ایران بله آهنگ. خیلی هم زیبا بود من خیلی هم دوست داشتم اون آهنگ من چه کنم تو خودت میل جدایی داشتی بله بله گفتم آقای پازوکی این بدین به من گفت نه من بخیر میکنه پرویز برام خوندی گفت چی؟ گفتم آقای پایبازی که چه آخه ببین اینو گفتن چی؟ من موقع بود که از پرویز جدا شده بودم بله آقای پازوکی که اینو موبایل شوخی دارم میگم واقعیت بوده برای شوخی دارم میکنم گفتن باشم. چی؟ گفتن چی؟ چون پرویز وقت فکر میکنه تو برای اون خوندی فکر کنه شما من این آهنگ رو دوست دارم میشه رو شوخی کردن حتما حتما شوخی کردن بله نه شوخی نکردم شوخی نکردم اون آهنگ من خیلی دوست داشتم خیلی شعرش آهن آهنگای پازوکی رو من تمام دوست دارم بله واقعا استاد پازوکی دریای دانش و چی بهتون بگم واقعا دریای موسیقیه یه دریای اقیانوسه در برابر موسیقی خیلی بزرگه بله خانم امیرا وقت ما داره تمام میشه شما میشه لطف کنید آخرین کلام رو آخرین کلام شما بفرمایید این هستش که من زنده هستم من اینم این آهنگی که دادی شما گذاشتید خیلی ممنون هستم این هنوز ادیت نشده هنوز میکس نشده ولی به هر صورت به خاطر عزیزانی که از من واقعا دیگه امان من بریده شده از بعد که این بچه های ایران کامبیز عزیز دیگران هی میگن چرا نمیخونی چرا وای اصلا بیچارم کردن آقای مشیری بله آره هی میگن تو چرا نمیخونی چرا فلا میکنی چرا اینقدر دوری چقدر بگم بابا عزیز من اول این که باید من احساسم من هیچ وقت نمیتونم برای مثلا بگم من یه ماه دیگه میرم کنسرت میذارم یا بله. یه ماه دیگه آهنگ میخونم یا یه ماه دیگه حتی عکس میگیرم یا یه ماه دیگه میرم تو تلویزیون برنامه دارم من نمیتونم تصمیم بیام چون حالتم عوض میشه متوجه هستین؟ بله کاملا متوجه کسی خدایا نمیتونه کسی بفهمه من چی میگم من دلم میخواد احساسش یه دفعه منو دیوونه میکنه من اونجوری میتونم بکنم این کارا رو یا مثلا آهنگ که میسازم من دیگه الان در حدود 4 سال 5 سال آهنگ نساختم چون اون هنوز اون حالت به من دست نداد اون حالت عرفانی و روح اونجوری که میشم یا حالتی میشم میتونم بخونم من شما مرا نفعی رو بیرو گوش کنی
بله بله بسیار بسیار. تونست کسی بذاره گوش کنه، اگه تونست کسی اونجوری اجرا کنه. بسیار زیباست. خیلی اثر گذاشت روی من. من باید آهنگ رو من اثر بذاره. این آهنگ من خوندم، این آهنگ این فقط به دلیل اینکه بگم من والا همه چیز درسته، همه چیز میتونم، همه کار میتونم. من واقعا اگر معلوم نیست میام یا نیام بخونم، شاید اومدم شاید نیومدم، شاید دیر شد شاید زود شد، اینجوریه. همه رو دوست دارم، عاشقانه همه ایرانی ها رو دوست دارم، مثلا جوانایی که برای من خیلی نمیدن زحمت میکشن، برام فیسبوک درست میکنم، برام اینستاگرام میذارم، برام همینطور خودشون درست میکنم، ازشون دونه دونه ممنونم. اگر بخوام اسم ببرم بعد اسمشون یادم میره و اون یکی ناراحت میشه. بله بله بله. من هر صورت همه رو میپیسم آرزوی سلامتی و پیروزی و صلح و صفا و خوشبختی و عزت و والایی و بالایی برای تمام ایرانی ها دارم در سراسر دنیا و هم زبانانم. به هر صورت آقای مشیر گرامی از شما هم خداحافظی میکنم. بسیار لطف کردی خانم امیدا، وقت گرام باهاتون رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم، خیلی خیلی زحمت کشیدید، بسیار لطف کردی، از شما بسیار سپاسگزارم. کار میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با خانم همیرا که چند نسل به صدایشون گوش فرا دادن و لذت بردن. یک موسیقی دیگری هم داشتیم برای شما پخش کنیم که اون رو به آینده موکول میکنیم. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی سپاسگزارم، از خانم همیرا و همه شما بزرگواران، هموطنان عزیز و بینندگان گرامی در افغانستان، در تاجیکستان، در جاهای دیگر که به این برنامه توجه داره. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.